این اشیا با وجود آنکه حدود 2 قرن زیر خاک بودند، اما هنوز طرح‌های ظریف و رنگ‌های درخشان خود را حفظ کردند. این آثار با قدمتی 200 ساله گنجینه زندانیان بوده است که به تازگی در جریان حفاری‌های باستانشناسان کشف شدند. منطقه‌ای در جنوب تاسمانی و محلی که زمانی اردوگاه جاده پیکتون در آن قرار داشت. ما تعداد زیادی اشیای ساخته شده از بطری‌های الکل رو پیدا کردیم. کمی دور از انتظار بود، چون در چنین اردوگاه‌های کار اجباری مقررات سختگیرانه‌ای وجود داره. دانشجویان رشته باستانشناسی دانشگاه تاسمانی این منطقه رو حفاری کردند. آنها بقایای سلول‌های انفرادی را یافتند که زمانی محکومان در آنها سکونت داشتند. سلول‌های انفرادی به خودی خود به شدت بی‌رحمانند. اندازه اونا حدود 2 متر و 40 سانتی‌متر در 1 متر و 20 سانتی‌متر. خیلی کوچیکن. نمیتونسته تجربه خوشایندی باشه. اشیای یافت شده برای مشخص شدن زمان و مکان ساختشان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. آنچه در حال حاضر روی این میز قرار داره سرامیک و شیشه است و مصالح ساختمانی هم در میانه اونهاست. مثل آجر، ملات، سنگ و استخوان. تعداد زیادی استخوان. اردوگاه جاده پیکتون محل نگهداری 160 تن از محکومان به زندان بوده است. باستانشناسان قصد دارند سال آینده باز هم در این منطقه حفاری انجام دهند به این امید که با یافتن زیرخاکی‌های دیگر ابعاد بیشتری از زندگی محکومان آن دوره آشکار شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.